یکی از شاهزادهای سالور که اصولاً شاخه‌ای از قاجار بودند که همه باسواد و بسیار دوراندیش بودند، در خاطراتی که می‌نویسه یه شرحی میده. اولا خیلی خاطرات همه سونگری داره و هیچ جانبداری به خاطر خودش و خانوادهش نداره. اصولاً نسبت به خانواده قاجار اپوزیسیون بود. تو اونجا چند تا شهر میده از دوره‌ای که رضا شاه اومده رو نخست وزیر. یکی از این شهرهایی هستش که رضا شاه وارد میشه بیرون تکیه دولت. این در تاریخ هم اومده، سیل اومده بوده. رضا شاه از یه جاهای این راه‌ها رو بلد بوده، راه‌های تهران رو که باید اونا رو باز می‌کردن چون تهران که فاضلاب نداشته. بنابراین اینجور مواقع خودش میومده و شیرین کاری می‌کرده. خاطرات مهم هم بوده که یه آدمی با این مشخصات میومده اونجا اساس نشون میده، میگفته اینجا رو پاک کنید و پاک می‌کردن پروفسور این سیلاب از تو خیابون پاک می‌شد. در حالی که از این کارا بوده، اون بالا تکیه بوده، یعنی ماه محرم بوده، و از پله‌ها میره بالا و میبینه که این کسی که نقش شم رو بازی میکنه تو تکیه همینطور این شلاق گرفته و این بچه هایی رو که نقش تفران مسلم رو بازی میکنن و از قضا بیشتر از دوتان چون اونا دوتا بودن، اینا رو با شلاق میزنه و رضاش هم میپره بالا، این شلاقه رو میگیره میزنه تو سر این حالا موین بوکای هر کسی که بوده اونجا و شروع میکنه فوشای تند بهش دادن که چرا این بچه ها رو میزنی، اینجوری میزنی فلان اینا، و جماعت همه شروع میکنن تو سر زدن که آفرین به غیرت شهید کربلا، و تصور میکنن رضاش ها اومده که انتقام خونه امام حسین رو بگیره. و به همین جهت ظاهرا سالور اشارهش به اینه که با این کار رضا شاه برایش محبوبیتی هم در جناح مذهبی ایجاد شد.